اهداد، اهداد یعنی من و ترک زینت هیزان بعد وفات شوهر و یا بعد وفات یکی از نزدیکانش که زن از زینت دادن خود با لباس و یا زینت دادن با چیزهای دیگر خودداری کند. اراینه پیش از اسلام زن به شوهر خود یک سال کامل عزا داشته از زینت دادن خود خودداری میکرد، زیرا گویا او ظاهرا غم خود را به دیگران آشکار کرده استاده باشد و این را الله سبحانه و تعالی لغو و بیکار کرده آن را چهار ماه و ده روز گردانید. و البته علما اجماع بر آن هستند که عده زن بعد وفات شوهرش چهار ماه و ده روز است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و کسانی که از شما بمیرد و زنان را بگذارند باید که این زنان خود را چهار ماه و ده روز انتظار کنانند. سوره بقره آیه 234. و این چهار ماه و ده روز برای زنی است که حامله نباشد. اگر زن حامله باشد عده او تا بعد تولد است و عده زن بعد وفات شوهر آغاز می شود اگر چند وقت وفات شوهرش را دانسته باشد یا ندانست. بنابراین زن در این مدت نمی تواند خود را با هنه، رنگ، سرمه و خوشبویی زینت بدهد و زن نمی تواند لباس زیبا بپوشد، لباسی که در عرف عادت آن مردم آن لباس لباس زینت و زیبا نامیده شود و زن نمی تواند به تلاواری خود را زینت دهد، تلاواری که اگر بعد پوشیدن نظر مردم بر آن باشد. و چیزهایی که به زینت داخل نمی گردد این غسل کردن، ناخن دست پا را گرفتن و گرفتن مویهایی که به گرفتنش امر شده اند و اینچنین پاک و تازه کردن لباس و فراش خانه که به زینت داخل نمی شود. و چیزی که برای زن در این مدت منع است خواب کردنش در غیر خانه خود، یعنی باید در خانه باشد که در آن با شوهرش زندگی میکرد و یا خانه که آنها در آن اجاره مینشستند. و اینچنین در حالت ضرورت کوچیزن زن بعد وفات شوهر و دیگر خانه نو، یعنی خانه باشد که در آن امن و امان و دور از ضررهای و دشمنان باشد. و برای زن روزانه برآمدن از خانه در این مدت جایز نیست مگر برای خریدن حاجت هایش که آن اجازت است و به او جایز نیست که شبانه از خانه اش بیرون گردد مگر در حالت ضرورات. و زنی که شوهرش وفات کرده است نمی تواند به حج برود، او می تواند بعد ادای عده با محرمش به حج برود. و اینچنین دیگر سفرهای آن زن نیست به ضرورات در وقت عده باید انجام نیابد. و زنی که در اعتکاف می نشست می تواند از اعتکاف برآمده به خانه اش رود و زن می تواند به غیر از شوهرش به دیگر نزدیکانش که وفات کرده باشند خود را زینت دادن را ترک کرده از خانه اش بیرون نبراید، لیکن به شرطی که این عملش از سه شبانه روز زیاد نباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آن زنی که ایمان به الله و ایمان به روز قیامت دارد حلال نیست که به مرده زیاده از سه شبانه روز عذابی دارد مگر به شوهر خود که آن چهار ماه و ده روز می باشد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.